چی بگم چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره، برو میخواد برو میخواد چی بگم. چی بگم چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره، تو رو میخواد تو رو میخواد چی بگم. من برای فرد فرد شماها خوندم و با عشق خوندم، حقیقتا با عشق خوندم، چون من همه عمرم 50 ساله دارم میخونم ولی نازم خیلی زیاد بود، ولی امشب خاکسار و خاکراه شما شدم. بگو کنم به جد ایران شایسته ام کلثوم داشته باشه و شما به واقع هستین. خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم، انشالله که سلامت و طول عمر شما همه ایرانیان رو از چنین اصطلاح سرمایه اونم تو نشیب و فراساش بهره‌مند کنید. به هر حال از این همه بزرگواری و والایی شما من سپاسگزارم، ولی آنچه که من استنباط میکنم مشوق و راهنمای همه شما هستید، چون من برای اولین بار یه مسئله رو باید اذعان کنم و اون اینه که اولین باری که در یک جایی به هر حال خاطرم نیست نشستی داشتم ویدیویی از شما دیدم که شما در حضور حدود 250 نفر خطبه عقد شما خودتون خوندی و این برای من غیر قابل تصور بود، به دلیل اینکه مگه ممکنه یک زن این همه شجاعت این همه تحور داشته باشه که در حضور عده‌ای که حدود 250 نفر بودن و بعد دنیا سراسر دنیا، و من فکر نمی کنم که در تمام دوران زندگی من که خیلی کوچیکه، در تمام دورانی که چندین هزار سال گذشته یک زنی این تحور و این جسارت و این جرأت رو داشته باشه که چنین کاری بکنه. من وقتی که این برنامه رو دیدم خیلی آرزو می‌کردم هرچه زودتر که ببینم این وجود کیه. باید این به عرضتون برسونم که گفت بعد از وفات تربت ما بر زمین مجنون، بعد از وفات تربت ما بر زمین مجنون، در سینه های مردم دانا مزار ماست. پیشنهاد مسئول شورا و با تایید و موافقت همه اعضای شورای ملی مقاومت ایران، عضویت افتخاری شورا به ایشان تقدیم می شود. از این طریق مقاومت خونبار و آزادی ستان با صف بی انتهای شهیدانش و با همه فعالان و رزماورانش تقدیر و احترام خود را نسبت به بانوی پیشکسوت هنر ملی ابراز می‌دارد. ما فقط می‌گوییم که مرضیه بخوان، بخوان برای مادران پیرمون که چشم انتظار دیدار بچه‌هاشون هستند،
بخوان برای اطفال یتیم، برای زنان دردمند، برای خلق تحت ستم، برای مقاومت، برای آزادی، برای ارتش آزادی. خانم مرضیه بانوی بزرگ آواز ایران در سفری که برای شرکت در اجلاس شورای ملی مقاومت به عراق رفته بود، روز پنجشنبه 23 اسفند ماه 76 در یکی از قرارگاه‌های ارتش آزادی حضور یافت و در فضای آکنده از صمیمیت برای هزاران رزمنده آواز خواند. همانجا بود که او برای مجاهدان داستانی را گفت، داستان خواندن اذان را. مرضیه آن روز گفت: میخواهم از اذان برایتان تعریف کنم. یک سال قبل خانم رجوی از من خواستند که اذان را بخوانم. من خیلی متعجب شدم و گفتم که در 30 سال قبل من میخواستم اذان بخوانم و به همین خاطر از یکی از موزیسین ها به نام آقای بدیزاده خواستم که این اذان را به من یاد بدهد. او به من گفت: آخوندها تکفیرت می کند. اما وقتی خانم رجوی با این جسارت و با این تحور به من گفتند برو اذان را بخوان، من دیدم که خب پشتشان به کوه احد است، پشتشان گرم است، پشتشان قرص است که میگویند این اذان را بخوان. و حالا این اذان از او به یادگار مانده است. در سرزمینی که صدای زن ممنوع است، آن هم برای خواندن صوت اذان. صلوات الله و سلامه علیه، صلوات الله